سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. مشاور امنیت ملی امریکا نگرانی های تازه در مورد عملکرد داماد دونالد ترامپ را کم اهمیت جلوه داد. دو مرد امریکایی که در دفاع از حیثیت زنان مسلمان در شهر پورتلند امریکا جان باختند، قهرمان خوانده شدند. آنان کی بودند و چرا جانهایشان را به خطر افکندند؟ و نگرانی ها از بابت دوام فساد در وزارت های دفاع و داخلی افغانستان. با آنکه لوی تارنوالی میگوید فساد در آن وزارتخانه ها کاهش یافته، اما دیدبان شفافیت افغانستان ادعای دیگری دارد. با سلام و عرض ادب خدمت شما و تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه هفتم ماه جوزای سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. برنامه را با چند خبری از ایالات متحده ای امریکا آغاز می کنم. پس از آنکه توجه مطبوعات امریکا به نقش جارد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور ترامپ در تماس ها با روسیه معطوف گشت، مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز در ارتباط با آن موضوع مورد پرسش‌های پیام خبرنگاران قرار گرفت. مکمستر اگرچه از صحبت مشخص درباره کوشنر ابا ورزید، اما راجع به مسئله مجرای سری مکالمات در سطح رهبری با کشورهای دیگر گفت که ایجاد همچون مجراهای مخفی امر عادی بوده و از بابت چنین مسئله نگران نخواهد شد. روزنامه واشنگتن پست خبر داده بود که داماد دونالد ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتی سال گذشته در دیدار با سفیر روسیه از ایجاد یک مجرای سری مکالمات با مسکو سخن گفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شامی دیروز از نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور به واشنگتن برگشت. در نخستین سفر خارجی خود رئیس جمهور ترامپ به چندین کشور رفت. از آن جمله در عربستان سعودی برخلاف رؤسای جمهوری قبلی آمریکا او سعی نکرد تا علناً بر دموکراسی و حقوق بشر پافشاری کند و گفت که برای لکچر دادن به آنجا نرفته است. در سفر به اسرائیل و کرانه غربی نیز از مش دیرینه آمریکا در استقبال از راه حل دو کشوری حمایت نشان نداد. در اروپا بر متحدین ناتو به خاطر سهمشان در تمویل ماموریت‌های این سازمان انتقاد کرد. به زعم قصر سفید این سفر ترامپ باز تاب دهنده تعهد زمان انتخابات او بود که می گفت منافع آمریکا را اولویت خواهد داد. علی خامنه ای رهبر ایران در یک حمله لفظی تازه اش بر عربستان سعودی گفته است که آمریکاییان کافر عربستان سعودی را همانند گاو شیری دوشیدند. خامنه ای در محفلی که دیروز به مناسبت حلول ماه رمضان برگزار شده بود گفت که مقامات سعودی برخلاف آموزه‌های قرآن عمل می کنند. چند روز پیش در جریان سفر رئیس جمهور ترامپ به ریاض، عربستان سعودی که رقیب سرسخت ایران شمرده می شود، افزون بر معاملات هنگفت تجارتی دیگر توافق کرد که به ارزش 110 میلیارد دلار اسلحه را از آمریکا خریداری کند. دو مرد آمریکایی که دیروز در دفاع از دو زن مسلمان در ایالت اوریگان جان باختند، قهرمانان نامیده شدند. شاروال شهر پورتلند گفت که آن دو مرد قهرمانانه جان باختند. این حادثه شهر پورتلند را که به همدیگر پذیری و بردباری معروف است، حیرت زده ساخت. مردی که سابقه جرمی دارد، دیروز در مقابل دو زن مسلمان از الفاظ رکیک استفاده نمود و به دین آنها اهانت کرد و آنان را گفت که از آمریکا بیرون شوند. پلیس اورگان میگوید که این قضیه را که بیانگر ایدئولوژی تندروی جرمی جوزف کریستین میباشد مورد بررسی قرار میدهد. پست های کریستین در صفحات اجتماعی نمایانگر وابستگی او به نازی ها و خشونت سیاسی میباشد. پس از آنکه کریستین دو زن مسلمان را مورد تاخت و تاز لفظی و اهانت مذهبی قرار داد، دو تن از مسافرین قطار آهن در دفاع از این دو زن برخاستند و در جریان زد و خورد کریستین دو تن را به ضرب چاقو از پا درآورد. تد ویلر شاروال شهر پورتلند دو مردی را که در دفاع از دو زن مسلمان جان باختند قهرمانان خطاب کرده و گفت Two men lost
دو مرد جانهای خود را به خاطر استادگی در برابر کسی که کلمات رکیک و نفرت‌آمیز را به مسافرین قطار آهن استفاده می کرد قربانی دادند. این دو مرد قهرمانان جان باختند. هویت این دو مرد مشخص شد که ریک جان وست 53 ساله سرباز سابق و تلسن مدمن نکمای 23 ساله بود. مرد سومی که در این حادثه زخمی شده است میکا دیوید کول فلچر است. ریکی جان از سربازان اردوی ایالات متحده بود که در مأموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز خدمت عسکری را انجام داده بود. شاهدان عینی میگویند کریستیان با استفاده از کلمات توهین‌آمیز از زنان در قطار آهن خواست تا از قطار خارج شوند. او گفت که از این قطار خارج شو، از این کشور خارج شو. شما مالیه نمیتین. او گفت که مسلمانان را خوش نداره زیرا آنها جنایتکار هستند. وحشتناک است. الفاظ دیگری برای بیان این عمل وجود ندارد. همه در برابر آنچه آنها باور داشتند ایستادند و آنچه آنها باور داشتند کار درست بود. چیز خوب. قرار است کریستیان روز دوشنبه در محکمه حاضر گردد. گفته می شود که کریستیان سابقه جرمی داشته است و 15 سال قبل به جرم رهزنی، اختطاف و دزدی زندانی شده بود و در سال 2010 از زندان رها گردید. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در حالی که سران ناتو ادامه کمک‌های این پیمان را به نظامیان افغان به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری مشروط ساختند، دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که هنوز هم شبکه‌های فساد از نهادهای امنیتی افغانستان محو نشدند. در همین حال، شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که موجودیت فساد سبب افزایش تلفات سربازان افغان شده است. اما لوی سرانوالی افغانستان ادعا می‌کند که مبارزه در برابر فساد اداری در نهادهای امنیتی به گونه جدی ادامه دارد و تا کنون شمار زیادی از مقام‌ها حتی در رده‌های بلند مورد پرسوپال قرار گرفتند. خبرنگار ما جلال میرزاد با شرح بیشتر. در نشست سران ناتو تعهد شد که این پیمان به کمک‌هایش با نظامیان افغانستان ادامه می‌دهد. اما مشروط بر این که حکومت افغانستان در نهادهای امنیتی این کشور اصلاحات بیاورد و دامنه فساد را برچیند. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که هنوز هم مقام های متهم به فساد آزادانه گشت و گذار می کنند. حکومت در سکتور امنیتی به خاطر مبارزه با فساد یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتن که شامل تغییر و تبدیل های بعضی از افراد در سطح بالا هست. اما در قسمت مجازات افرادی که در گذشته در فساد دست داشتند و همچنان در قسمت شکستاندن شبکه های فساد که در داخل وزارت ها وجود دارد تا حال اقدامات بسیار جدی صورت نگرفته. در حال حاضر نظامیان افغانستان دست کم با 20 گروه هراس افغان درگیر جنگ هستند. جنگ دوامداری که برخی از آگاهان میگویند وجود فساد در رهبری نیروها سبب افزایش تلفات و از دست رفتن اراضی شده است. شرطی که امریکا با خاطر از بین بردن فساد به این دولت گذاشته، ما فکر میکنم که این ناممکن است. بخاطر از این ناممکن است که این دولت توانمندی و قدرتمندی از بین بردن فساد در نیروهای امنیتی ندارند. پیشتر وزارت دفاع افغانستان گفته است که 47 کارمند تدارکات به علت فساد اداری به سارنوالی معرفی شدند و 210 تن دیگر نیز از مقامهایشان تبدیل شدند. با این حال، لوی سارنوالی افغانستان میگوید که سارنوالی بخش نظامی به دستاوردهای بزرگ در کار مبارزه با فساد اداری دست یافته است. ما فعلا قضایای فساد اداری در سطوح مختلف داریم، یعنی متهمین از او قضایا در سطوح مختلف هستند که اگر از قسمت سکتور امنیتی بیم ببینیم اشخاص افرادی هستند که از پایین ترین رتبه نظامی تا جنرال ها و بریگادیر جنرال و تورن جنرال، اینا هم شامل قضایی هستند که به عنوان متهمین جرایم فساد اداری دانسته شده و قضایشان تحت رسیدگی سارنوالی قرار داره. یک تعدادی از قضایا تحقیقاتش تکمیل و محول محاکم شده و دیگر قضایی هم که تحت رسیدگی ما قرار داره به زودترین فرصت انشاءالله تحقیقاتش تکمیل و محول محکم میشه. اکنون دیده شود که حکومت افغانستان با توجه به پیش شرط سران ناتو تا چه اندازه کمک های نظامی را از جامعه جهانی به دست می آورد. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.
به نظر شما بهترین شیوه مبارزه با فساد خصوصا در وزارتخانه های دفاع و داخله چیست؟ شما می توانید همین لحظه نظریات خود را در صفحات فیسبوک صدای آمریکا بنویسید. همکارم لحظات بعد تبصره هایتان را با ذکر نامتان در همین برنامه مرور خواهد کرد. اداره مستقل ارگان‌های محلی وظایف شاروال هرات و شاروال جلال آباد را به دلایل شکایات اهالی آن شهرها به تعلیق درآورد. مقامات اداره مستقل ارگان‌های محلی به صدای آمریکا گفتند که ریاست جمهوری برای بررسی شکایات شهریان هرات و جلال آباد هیئت‌هایی را نیز گماشته است. برای شرح بیشتر این موضوع صحبتی داریم با خانم منیره یوسف‌زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی که از استدیوی کابل مهمان برنامه ما هستند. خانم یوسف‌زاده سلام و خوش آمدین. در اول اگر بگوین که شکایات علیه شاروالان هرات و جلال آباد عمدتاً از بابت چی بوده؟ ادعا چیست که گویا آنان چه خطایی کردند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز. در مورد تعلیق وظیفه شاروال شهرهای هرات و جلال آباد، چیزی که شما اشاره داشتن به دلیل این بوده که گروه‌های مختلف مردم شکایات و خواسته‌هایی را داشتن به خاطر بهتر شدن عرضه خدمات شهری، به ویژه در شهر هرات که مدت‌های زیادی بود که مردم شکایاتی را از طریق رسانه‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی به سم اداره مستقل ارگانهای محلی و حکومت افغانستان میرساندن. در این اواخر هیئتی هم تعیین شد به خاطر بررسی شکایات مردم شهر هرات. اما بیشترین که بله، شکایت بیشتری که در مورد به خصوص در مورد شهر هرات بود، موضوعات مختلف بود مثل ضعف مدیریت یا موارد دیگه که یا کارهایی که میگفتن خود سرانه انجام میشه، ولی هیچ کدام از بحثایی را که مردم عزیز ما یا گروه های مختلف داشتن هنوز ثابت نشده و رئیس به جمهور به خاطر بررسی نظرهای مردم و پیشنهاداتشان بفرمایید. وقتی از یک شاروال شکایت صورت میگیره، رسیدگی به این شکایت کار کیست؟ ارگ ریاست جمهوری یا اداره ارگان‌های محلی؟ از اونجایی که این دو تا شاروالا جز شاروالایی بودن که رئیس به جمهور اونها را تعیین کردن، طی یک پروسه استخدام بسیار طولانی و بسیار دقیق، شکایات مردم از چنل های مختلف از طریق ارگان های محل، از طریق رسانه به حکومت افغانستان رسیده بود. به خاطر بررسی شکایات هیئت تعیین میشه، اما به خاطر تصمیم گیری در مورد ای که وضعیت آینده شاروالی چی میشه، از اونجایی که اینها بستای عالی رتبه هستن به حکم رئیس به جمهور تعیین میشن، تصمیم گیری نهایی به دست مقام عالی ریاست جمهور. یکم بیشتر معلومات بدین. شما گفتین که شاروال های هرات و جلال آباد از طرف رئیس جمهور تعیین شدن. شاروال ها به صورت عمومی در افغانستان فعلا بر اساس چه سیستمی تعیین میشن؟ چه پروسه شفافی وجود داره؟ بر اساس رقابت آزاد است. از هر شهر بزرگ 5 کاندید تعیین میشه، البته او 5 کاندیدی که شرایط خاص خودش داشته باشد، طرح به خاطر بهتر شدن عرضه خدمات شهری داشته باشه، همچنین مدرک تحصیلیش همخوان باشه به اینکه اینها بتونن یک شاروال خوب باشن، همچنین تجربه داشته باشن و از مردم محل باشن، از مردم منطقه باشن، اونها به ارگانهای محلی معرفی میشن، ارگانهای محلی طرحهای اونها را میخونه و بررسی میکنه گذشته کاری اونها را. بعد اشخاص واجد و شرایط که آخرین نفرها 5 نفر هستن، اونا را به مقام عالی ریاست جمهوری معرفی میکنن. مقام عالی ریاست جمهوری و مقام ریاست اجرایی در حضور رهبری ارگانهای محلی کاندیدا را میخواین، از اونها مصاحبه میگیرن و شخص برنده رسما با حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث شاروال تعیین میشه. که تا کنون 20 شاروال با چنین پروسه‌ای که تقریبا بگم که بسیار دقیق هست تعیین شده. خب اداره ارگان‌های محلی کار مقامات محلی در ولایات و شهرها را چگونه و با چه سیستمی زیر نظر می‌گیرد؟ تمام مسئولین محلی هر سال ارزیابی میشن، شکایت و گزارش های مردم همیشه بررسی میشه و در برابر شکایت و پیشنهادهای مردم اونها پیشنهادهای مشخصی را ارگان های محل ارائه میکنه به مقام عالی ریاست جمهوری و همچنین از اونجایی که بهتر شدن عرضه خدمات یکی از اهداف تاسیس ارگان های محلی هست، از وضعیت عرضه خدمات هم در سطح محلات هم بررسی میکنه
میکنن و نتیجه ارزیابی و بررسیشان هر سال به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم میکنن. اما موردهای خاصی که وجود داره که تشنج‌ها یا اینکه پیشنهادهای مردم بسیار زیاد میشه و شکایت اونها زیاد میشه، زودتر به اونها رسیدگی میشه. تشکر از شما. ممنون. دو سرباز آمریکایی که سابقه انجام مأموریت در افغانستان را دارند، اکنون تلاش می‌ورزند با بازاریابی برای زعفران افغانستان صلح را نیز در میان افغان‌ها ترویج کنند. زعفران یکی از مصالح‌های گرانبهای دنیاست و افغانستان نیز از گذشته‌ها به خاطر داشتن زعفران نابش شهره دنیا بوده است. دو سرباز پیشین آمریکایی نام تولیدی زعفران شرکت خود را با الهام گرفتن از مولانا جلال الدین محمد بلخی مساله رومی گذاشتند. رستوران باباریبا در منطقه شمالی شیکاگوی آمریکا. یک عنصر کلیدی است که سرنوشت مینوی غذایی مت هولمز سرآشپز رستوران را رقم خواهد زد. ما زعفران در مهمترین غذاهای خود استفاده می کنیم. همچنان شیرینی ها و دیگر غذاهای ما از این مساله را در خود دارند. پس مهم است تا زعفران با کیفیت را داشت. زعفران بخش اصلی مواد خوراکی در سراسر آسیا، شرق میانه و کشورهای مدیترانه است. در ایالات متحده کار و بار زعفران در محدوده 60 میلیون دلار بوده و این مساله کمتر استفاده هم میشه. اما مساله رومی از زعفران افغانی ممکن این روی کرد را تغییر بده. مساله ما به نام جلال الدین رومی است. او شاعر قرن 13 بوده و در جایی که امروز افغانستان نامیده می شود به دنیا آمده و اهل تصوف بود. یکی از گفته های بسیار مشهورش این است که گنج ها پیوسته در ویرانه هاست. کمبرلی جونگ و کیت آلانیس دو تن مؤسسین شرکت تولیدی مساله رومی از زعفران افغانستان هستند. آنها پس از اجرای مأموریت نظامی در افغانستان با تجربه متفاوت از جنگ برگشتند. من با این که به افغانستان رفته وقت سپری کردم و در برگشت آن کشور را از یاد ببرم موافق نبودم، به خصوص زمانی که با مردم آنجا رابطه هم پیدا کنید. رابطه های این دو فرد با افغان ها انگیزه اساسی برای کاروبار زعفران شد. این دو نظامی آمریکایی پس از آشنایی با دهاقین در هرات تصمیم کاروبار زعفران را گرفتند. عبدالله فیض رئیس پانتون هرات که با پانتون پرودو در آمریکا کار میکند تلاش دارد تا برای زارعین زعفران در افغانستان برنامه ویژه‌ای را هم به میان آورد. دپارتمنت تکنولوژی مواد غذایی زارعین را به خاطر تولید زعفران با کیفیت بلند تدریس و آموزش خواهد داد. مساله رومی خوبیش این است که تولید آن عالی بوده و برای استفاده عالی است و با این روش شما دو کار را می کنید. یکی که دهاقین را آموزش می دهید و زنان را توانمند می سازید و دوم این که شما به تأثیر مثبت مبدل می شوید. سرمایه گذاران در این مورد یادداشت می کنند. مساله رومی تنها در یک برنامه تلویزیونی مشهور آمریکایی توانست که تعهد سرمایه گذاری 250,000 دلاری را به دست آورد. این نماد از آینده بهتر و گسترش ممکن روند تولید و فروش زعفران افغانستان در آمریکا بوده می تواند. احمد سیرزیا، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد و منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. مقامات در بنگلادش مجسمه بانوی عدالت را که دو روز پیش در اثر شکایت‌های مسلمانان افراطی از جلوی عمارت محکمه عالی برداشته شده بود، دوباره در نزدیکی همان محکمه نصب کردند. سازنده این مجسمه امروز گفت که اثر او حدود چند صد متر دورتر از محل قبلی نصب گردید. مجسمه بانوی عدالت در ماه دسامبر نصب شده بود که اعتراض افراطگرایان را در پی داشت و سپس در اثر همین فشارها از جلوی محکمه عالی بنگلادش برداشته شد که این کار واکنش اعتراض آمیز فعالان مدنی را برانگیخت. در جریان نصب دوباره این مجسمه تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود و کس اجازه ورود به محوطه محکمه عالی را نداشت. نارسایی تکنیکی در سیستم کامپیوتری شرکت هوانوردی بریتیش ایرویز باعث تأخیر و یا فسخ پروازهای آن شرکت گردیده که پلانهای سفر ده ها هزار نفر را در بریتانیا برهم زده است.
بریتیش ایرویز دیروز تمام پروازهایش را از میدانهای هوایی مزدحم هیترو و گاتویک فسخ کرد و بیان داشت که سیستم کامپیوتری آن شرکت در سراسر جهان مشکل بزرگی پیدا کرده است. مدیر عامل بریتیش ایرویز گفت که به باور آنان دلیل این نارسایی تکنیکی بوده و شواهد در دست نیست که نتیجه کدام حمله اینترنتی بوده باشد. در روزهای معمول بریتیش ایرویز از دو میدان هوایی لندن صدها پرواز انجام می‌دهد. امروز یکشنبه روز جهانی گرسنگی است، موضوعی که همه ساله این را به خاطر ما می آورد که با وجود تولید فراوان غذا میلیون ها نفر در سراسر جهان هنوز هم با فقر مزمن دچارند. در بسیاری از نقاط جهان کمبود غذا با بی‌عدالتی های جامعه و ضعف مدیریتی ربط می گیرد. اما یکی از متخصصین توانمند ساختن زنان را کلید برای خاتمه دادن گرسنگی می داند. ایدز، ملاریا و توبرکلوز شاید امراض کشنده به نظر برسند، اما میزان تلفات ناشی از گرسنگی بیشتر از تعداد مشترک تلفات این سه مرض می باشد. اکثر افراد گرسنه با کمبود مزمن غذایی که دلیل آن فقر طولانی است روبرو اند، عاملی که همروزه مورد پوشش خبری قرار نمی گیرد. امروز در اخبار از قحطی و خشکسالی در یمن، سودان جنوبی، سومالیا و دیگر کشورها سخن زده می شود. جان کونرود معاون پروژه گرسنگی است، گروه غیر حکومتی که در 12 کشور در تلاش مبارزه با گرسنگی می باشد. بلندترین تعداد افراد گرسنه در هند زندگی می کنند. بلندترین فیصدی محلات که گرسنگی در آن وجود دارد افریقا است. حدود 220 میلیون گرسنه در افریقا و حدود 280 میلیون در آسیای جنوبی زندگی می کنند. در حالی که سیلاب و خشکسالی ها می تواند بحرانات گاه گاه غذایی را به وجود بیاورد، دلیل کمبود طولانی غذا ضعف مدیریتی می باشد. در حالی که نفوس امروز در جهان به 7.5 میلیارد نفر می رسد، این کره خاکی می تواند که به بیش از 10 میلیارد نفر غذا مهیا کند. اما با دلیل اختلافات عمیق اجتماعی در بسیاری از گوشه های این جهان، نزدیک به 800 میلیون نفر در گرسنگی به سر می برند. تعداد کثیر افراد گرسنه را دهاقین تشکیل می دهد و بیشترین دهاقین جهان زنانند. با وجود آن که بیشترین کارهای زراعتی را زنان انجام می دهند، اما در بعضی از جوامع آنان صلاحیت تصمیم گرفتن را ندارند. زمانی که زنان توانمند ساخته شوند، آنان تصمیمی را اتخاذ می کنند که بر زندگی خانواده تأثیر گذار می باشد. آنان اطفال را تغذیه می کنند و زمانی که تصمیم می گیرند، آنان غذا، صحت و تعلیم و تربیه را اولویت می دهند. بنان چون زنان مستقیماً در سکتور زراعتی این جامعه دخیلند، آنان می دانند که کدام ضروریات اولویت دارد. پروژه مبارزه در برابر گرسنگی برای جامعه نیازمند، خودکفایی و اشتراک همگانی اعضای جامعه را می آموزاند. جان کونرود برنامه های غذایی جهان را موفق توصیف می کند و می گوید که پس از سال 1990 میزان گرسنگی در جهان به نصف کاهش یافته و خاتمه بخشیدن به گرسنگی را تا سال 2030 یک امر قابل تحقق می پندارد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با وجود همه هشدارها جهت حفظ سلامتی، هنوز هم مردم سیگارت دود می کنند. اما در فرانسه یک گروه طراح یک نوع سیگارت هوشمند را طراحی کرده که فرد و اطرافیانش را از اضرار دود سیگارت مسئول نگه می دارد. این پایپ لیسی فلوس که آن را دو نوجوان فرانسوی که در بین دو مدل استادند نمایش می دهند. بله، یک طرح مدرن، کوچک، امکان پذیر و خوب است. زیبا، ظریف و عصری یا مدرن است. اما علاوه از شکل ظاهری، کار و اهمیت آن قابل توجه است. Alors c'est tout simple, on inspire par le nez. خیلی ساده است. شما از طریق بینی استنشاق می کنید، زیرا این عمل ترانسمیترها یا سیستم انتقال دهنده را فعال می سازد که در عمل تنفس کمک می رساند. زمانی که ما از یک سر پایپ عمیق نفس می کشیم، ریتم یا صدا دارد که نشان می دهد تنفس عمیقی کرده ایم و نفس کشیدن عمیق به آخر رسیده است. برای کسانی که این نوع پایپ را استفاده می کنند،
آموزش داده می شود نیکوتین ندارد و خطر را نیز متوجه آنها نمی سازد. این بیشتر کار هنری است تا سیگارت کشیدن. لیکن برای کسانی که سعی می کنند سیگارت را ترک کنند و صرف هنگامی که با دوستان خود هستند و می خواهند نمایش دهند که سیگارت می کشند، خیلی با ارزش است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. 31 ماه می مصادف است با روز منع تنباکو در سراسر جهان و سازمان صحی جهان با فرارسیدنی این روز از همه کشورها خواسته است تا مساعی را در کنترل از گسترش استفاده از تنباکو اولویت داده و تنباکو را یک تهدید انکشاف جامعه بشناسند. این که عدم آگاهی از اضرار تنباکو چه زیانهای صحی را در پی دارد، از دکتر ناصر اوریا، موظف در کلینیک فرانکتیدا در ایالت تگزاس آمریکا می‌شنویم که از طریق اسکایپ با ما اند. دکتر صاحب سلام بر شما، خوش آمدین. در ابتدا اگر بگوین که تنباکو و دود آن چه عناصر مضر در خود داره و مصرف تنباکو به شیوه‌های مختلف آن چه بیماری‌هایی را باعث میشه؟ با عرض سلام به شما و همه دوستان، استفاده از تنباکو و مصادرات دیگه تنباکو حداقل یکی از عوامل عمده مرگ‌میر قابل پیشگیری در جهان است و در حدود 6 میلیون انسان از اثر عوارض تنباکو در جهان می‌میرند و حدود 480 هزار انسان در امریکا از اثر عوارض تنباکو می‌میرند. تنباکو مواد کیمیایی بسیار خطرناک، در حدود 4 هزار ماده کیمیایی دارد که 79 آن مواد کارسینوجن یا مواد که باعث تولید سرطان میشه است. و خب انواع و اقسام مختلف تنباکو، چی به شکل سیگارت، یعنی دود، سیگار، به شکل چلم، به شکل نسوار دهن یا بینی، تمام انواع از این خطرناک و مضر است و باعث امراض مختلف از قبیل امراض عمده کاردیوواسکولار یا امراض قلبی وایی، حملات قلبی، استروک، امراض سیستم تنفسی، سرطان های مختلف از سرطان دهن و میری و میده مثانه گرفته تا هر عضو بدن متاثر می سازد و خصوصا در مردان باعث کمزوری یا جنسی می شه و در اطفال باعث به وجود آمدن امراض ولادی به قبیل لبچاک و کامچاک و امراض مختلف. یعنی هیچ عضو نیست که در از اثرات مضر تنباکو در امان باشد. بله، خب برای جلوگیری از زیانهای تنباکو حکومت چه پالیسی های عمده را روی دست گرفته میتونه و همچنان مردم باید چه نکات را مراعات کنند، خصوصا معتادین تنباکو؟ خب مردم، مسئله عمده است که فامیلا اول یک الگو یا نمونه خوب برای اطفال خود باشند. پدرها باید سیگارت نکشند، مادرها باید سیگارت نکشند و همچنان روشن ساختن جوان ها، خصوصا از طریق میدیا، وسایل ارتباط جمعی و از طرف جامعه طبی باید این مسائل مد نظر گرفته شود. دولت میتونه از میدیا یک استفاده مثال مثبت بکنه و همچنان اجازه نده به اعلانات تجارتی سیگارت و در سریال ها و شوهایی که سیگارت و تنباکو به حساب غیر مستقیم تبلیغ میشه، از اینا جلوگیری کنه. و مهمترین مسئله روشن ساختن جامعه است، رول عمده را در جلوگیری. تشکر از شما، سپاسگزار هستیم دکتر سیب. در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد بهترین شیوه مبارزه با فساد، خصوصا در وزارتخانه های دفاع و داخله، نظریات خود را با ما در فیسبوک شریک بسازید. همکارم ژیلا ناصری تبصره‌هایتان را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما. ژیلا جان، دوستان چه نوشتن؟ آقا جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز و بسای دوستای ما که اکنون برنامه را به طور زنده در فیسبوک تماشا میکنین. نظرات بشماره از دوستان در ارتباط با گزارش خبری در برنامه امروز باز هم دریافت کردیم و در این میان برخی از دوستان به طور مشخص در مورد موضوعی که شما پرسیدین نظرات مختلف را داشتن. از جمله میر احمد احمدی از مزار شریف نوشته بهترین شیوه مبارزه با فساد به خصوص در سکتورهای امنیتی محاکمه نمودن افراد مفسد و فرصت دادن به نسل جوان برای مدیریت میباشد. بینده دیگه با نام نیک محمد نیکزاد نوشته که برای مبارزه با فساد در وزارتخانه های داخله و دفاع، جلوگیری از ثبت نام سربازان خیالی و شفافیت در قراردادهای تدارکاتی در نظر گرفته شود و افراد فاقد ظرفیت و مهارت‌های مدیریتی باید برکنار شوند. با سپاس از نظر سوال دوستا که در صفحه فیسبوک با ما شریک ساختین و امید از اینکه فردا باز هم بینده نشر برنامه زنده ما در فیسبوک باشین. فواد جان تشکر از شما. جیره جان، بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا در همین جا پایان می‌یابد، اما برنامه ما ادامه داشته و در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه‌ترین‌ها بخش پشتو را میزبانی خواهد کرد. خدا نگهدار.
تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی سار لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما.